کالج دو، نکات مهم، قسمت دوم برای خانم قایب. ما اومدیم تو کتاب کالج، میخوایم یعنی مثلا اپسیلون یعنی چی. ببین الان اپسیلون آیرون سه به آیرون ماینوس اوپن او تی ریوانه، او تی ری اپسیلون اف ای دو به اف ای منفی اوپن 44، درسته؟ خود اف ای دو به سه را اصلا نداره، ولی اونجا اومده عدد بداده، گفته که اپسیلون آیرون 3 به آیرون 2 یه همچین جدولی مثل همین هست 0.767، قبوله؟ درست. که ما اینجا مثلا نداریم. بعد کلن تو هر سلولی اینو بذارش، تو هر سلولی ولتاژ سلول چجوری در میارن؟ باید بگی اپسیلون یه سل، اپسیلون چی؟ یه سل میشه اپسیلون کاتود ماینوس اپسیلون آنود، قبوله؟ حالا من وقتی میخوام این آزمایش انجام بدم، اینجا اومده شکل کشیده، گفته من وقتی که دارم تیتر میکنم با بورت کانتینینگ سریوم 4 بار مثبت توی محلولی که آهن دو همراه با اسید مثلا پرکلوریک اسید قوی داره، این الان چیه؟ ولتامیتر، درسته؟ گفته کالومل رفرنس الکترود. کالومل الکترود چیه؟ نمیدونی ها؟ اصلا انواع الکترود داره میدونی؟ اینا درستش کن، تو دست و پتو جر نداده. آفری یه چیز نیست درش بیار، وگرنه یه جا رو پاره میکنه. بگه خانم خوشگله، میای اول از همه طبق بندی الکترودها، الکترودها یا پرایمری هن یا سکندری، فرقشون چیه؟ اینا ده پوتنشیال چنج، پوتنشیال چنج and will be zero، بالاخره صفر میشه. یعنی مثلا اگه لامپو با این مدار روشن کنم یه دقیقه دو دقیقه روشنه. اما secondary potential is constant، بگو potential is constant. اون وقت چون پتانسیلشون همیشه ثابته، consider در نظر گرفته میشن، consider as a reference electrode، به عنوان چی در نظر گرفته میشن؟ رفرنس الکترود. حالا پرایمری الکترود ها سه دسته میشن، یکی میشه گالوانیکسل، بگو گالوانیکسل، که مدل اسپشیال گالوانیکسل همون دانیل سله که بلدی کوپره با زینک. بعد کانسنتریشن سل، سل های غلظتی که مثلا الکترود هر دو کوپرن ولی یکشون یک دهم مولاره، یکشون یه مولار کانسنتریشنه، که اونی که کانسنتریشنش کمه آناده، اونی که زیاده کاتوده. و ریدوکسل. و چی؟ ریدوکسل، که ریدوکسل هم یه پلاتینه که آویزون شده به آهن و آهن دو میشه آهن سه توی اون محلوله. حالا سکندری الکترود ها بازم سه دسته میشن. سکندری الکترود ها یک میشن سیلور این سیلور کلوراید، بگو سیلور این سیلور کلوراید، یا مرکوری این مرکوری کلوراید، که به مرکوری این مرکوری کلوراید میگیم کالومل، و یا گلس الکترود. اینا چی هن؟ مثلا من یه گلس الکترود میکشم چون تو دلش سیلور الکترود داره، این شکلیه، بعد سرش قلومب است، این قلومب سنسیتیو به پروتون. یه چند جا دیگه تو لکچر میگه سنسیتیو تو آیون، بله ما سنسیتیو تو کلور هم داریم، سنسیتیو تو بروم هم داریم. مثلا وقتی میخوایم بفهمیم فلان دارویی که ساختیم آیا آلودگی با کلور بروم فلان یون داره یا نداره، از فلان الکترود حساس به اون یون میتونیم استفاده کنیم. اینا خیلی هم گرونه. بعد نگاه کن این سیلوره، اینجا نوکش سیلور چیه؟ کلورایده، در محلول اچ مثبت یه مولار. اینم عین همینه، مون تا شکلش فقط نوکش تیزه دیگه، سنسیتیو تو پروتون نیست، مثلا این سنسیتیو تو پروتون نیست. حالا اینا رو برای چی گفتم؟ اینجا نشون داره میده، میگه کالومل الکترود، کالومل رفرنس. چرا؟ چون کالومل که مرکوری در مرکوری کلورایده، به عنوان رفرنس، چون پتانسیلش ثابته، این پتانسیلش ثابته. بعد این یکی که این پلاتین وایره یا ایندیکیتور الکتروده میاد پتانسیل نسبت به این میسنجه که عدد نشون میده، قبوله؟ بعد من پتانسیال ها رو ثبت میکنم، وقتی که پتانسیال یک دفعه تغییر میکنه، نقطه عطف که ریشه دوم این نموداره، the root of the second derivative of this function of this curve will be an inflection point، نقطه عطف یا چی؟ equivalent point، نقطه عطف ریشه چند دومه؟ ریشه مشتق درجه دوه، قبوله؟ حالا
پس واسه یه معلم برای یه نقطه بیفور یا ات یا افتر به هر حال اول میرسید پتانسیل سلول چه پتانسیل کاتود منهای آنود. حالا داره بهت میگه کاتود ایندیکیتور الکتروده یعنی پلاتینه، می‌بینی؟ برای همین زده یه مثبت رفرنس الکترود که کالومله آنوده. این کالومله کالومل اونم طبق اون شکل پیتیه پلاتینه. حالا شما بایستی چی کار کنی؟ فقط اینا بنویسی اینا بنویسی حله همین این دوتا رو اینا رو ولش میکنی. بعد ببین تو این نقطه بیفور تو نقطه چی؟ بیفور اکسس آن ریاکتد آیرون تو داریم. یعنی چی؟ الان تو الن ما یه عالم آیرون تو هست درسته؟ ولی ما داریم از بورت قطره قطره سریو میریزیم. خب پس یه عالم آیرون تو واکنش نداده داریم. این یه حالت مهمه. بعد میایم اینجا داره اینا ادامه میده و اینا. ببین اینفلکشن پوینت ها در آوردی، الان عددش چنده بخون واسه من؟ 50. 50 تقسیم بر 2 کن 25. پس اینو تقسیم بر 2 کردم شد 1/2 ولتیج اکویوالنت پوینت. به 1/2 ولتیج اکویوالنت پوینت به چه دردی میخوره؟ میام ولتیج ها در میارم درسته؟ این الان از رو حجم از 1/2 حجم میلی لیتر ولتیج ها در آوردم. در این نقطه پی اچ با پی کای آ برابره. پس برای تعیین کای آی داروی مجهول از این روش استفاده میشه. یعنی چی؟ چی جوری؟ من از روی نمودار اینا در میارم، دوباره میام آزمایش میکنم تا که ولتاژ رسید به این، صبر میکنم، میام پی اچ با پی اچ میتر جداگونه اندازه گیری میکنم. پی اچ مثلا فرض کن میشه 3، میگم 3 برابر است با پی کای آ مثلا. خب اون وقت پی یعنی چی؟ یعنی ماینوس و لوگ کای آ. من مبنای لوگ چنده؟ 10. وقتی منفی لوگ کای آ برابر است با 3، اون وقت کای آ برابر است با 10 به توان منفی 3، یعنی 10 به توان منفی پی اچ. گرفتی شو؟ تونستم کای آ رو با استفاده از پی اچ، با استفاده از ولتامتری، از نوع ریدوکس تیتریشن تعیین کنم. این یکی از کاربردهاشه و خیلی مهم میشه این یتیک. بعد تو همون نقطه بیفور ادامه داده و گفته که بیشتر اون آیرون های 3 از این پیروتی آیرون رو ولش کنین. رو اینجا گفته که ولتاژ هیچ وقت نمیتونه کمتر از یه حدی بشه، یعنی ولتاژ اینجا صفر نیست. ولتاژ چی؟ صفر نیست. این یه جمله رو هم اشاره میکنی برای این نقطه. چرا؟ همینجوری فقط نمیشه ولتاژ کن نده. ببین تو یه شکل میکشی برای اینجا یه اشاره میکنی، تو برگ امتحانی این یه دونه معادله رو مینویسی. برای اینجا اشاره میکنی همین ولتاژ نمیتونه کمتر از ولتاژ و میزان حلاله سولونت یعنی حلاله ریدیوس شده باشه. یعنی چی؟ ببین داری میگی یعنی چی؟ انادر اسپشیال پون هنگامی که سریم فور صفر باشه. سریام فور صفر باشه یعنی هنوز از بورد یه قطره نریختم، اون وقت ولتاژ کن نات بی کلکولیتد، ولتاژ نمیتونی اندازه گیری کنی. چرا؟ چون آیرون 3 آن نونه و ما میگیم که آیرون 3 به آیرون 2 اوپن 767 اصلا موقع آیرون 3 نیست. نیست وقتی که از بورد تنو یه قطره هم نریختی آیرون 3 ایجاد نشده که، درسته؟ اون وقت اگر آیرون 3 صفر باشه ولتاژ ماینوس اینفینیته. ماست بی سام آیرون تری فرام ایمپیوریتی اور آیرون تو اکسیدیشن. همین مسخره بازیه. چون این یه جمله رو واسه اینجا اشاره می‌کنی می‌نویسی. فقط عددا رو من اصلا نمی‌دونم. عددا نمی‌خواد. شما اینا رو اینا که دارم میگم از یه جدول کتاب در میاره. به ما ربطی نداره. ما فقط این فرمول کلی رو می‌نویسیم. اون فرمولی که تو باید حفظ کنی اینا نیست. با عدداش اینه. نگاه کن اینم نیست. برو صفحه بعد. نمیشتم برو صفحه بعد. برو صفحه بعد. اون فرمول اینه که تو باید حفظ کنی. حالا میرسم به اونجا هم. خب اینجا در نقطه بی فور بازم داره صحبت میکنه. میگه وقتی که ولتاژ the point which voltage دو برابر volume دو برابر volume equivalent باشه is analogous to the point at which pH برابر است با pK in acid base titration. توی acid base titration وقتی pH با pK برابره که حجم دو برابر حجم end point باشه، ولی تو redox titration وقتی که 1/2 باشه. پس این خودش یه نکته است. بعد اینا کلن هیچی داره تو عطا توضیح میده. فقط یه چیزی گفته، گفته وقتی که equivalent pointیم غلظت سریم سه بار مثبت با آهن سه بار مثبت برابره. سریم سه بار با
آهن سه بار، یعنی پروداکت ها یه مول یه مول، و از نم هر چقدر از این مصرف شده از نم مصرف شده دیگه. پس سریوم چهارم با آیرون دو برابره. گفته برای هر دوتا ریاکشن، یعنی نگاه کن این ای صفر آهن سه با آهن دو، این ای صفر، اینا ای صفرن درسته، اینا ای صفر سریوم چهار به سریوم سه، این عددم که ثابته، یعنی همون ارتنافا که تقسیم بکنه به عدد 59 میرسه. خب اینم حالت ریدیوس به اکسیده، ریدیوس به اکسیده همیشه عدد پایینیه به عدد بالاییه، برای که یادت نره عروس مادر شوهر که عروس میاره عروس سنش کمه، بارش کمه، یه طبقه بالا یه طبقه پایین، خب مادر شوهر سنش زیاده دیگه، یه طبقه پایین که پا درد داره، پس همه اینا که بالاشون بیشتره میان پایین میشینن. بعد اومده این دوتا رو با هم کامباین کرده به این فرمول رسیده. مگه همین دو دقیقه پیش نگفت سریوم سه با آهن سه برابره؟ پس اگه بجا سریوم سه آهن سه بذارم، آهن سه با آهن سه ساده نمیشه؟ میشه. اگه بجا آهن دو سریوم چهار بذارم که این ور ریجنتن، اینم با این سا لوگ یک در مبنای هر عدد چنده؟ صفره. خب وقتی که صفر باشه اون وقت گفته اینجا گفته the log term will be zero، در نتیجه پتانسیل سل برابر میشه دوتا این میشه 2.47، اون وقت این میشه 1.23، اون وقت سل ولتاژ اینه، درستی یا نه؟ سل ولتاژ رو پیدا میکنم، گفته equivalent point ولتاژ غیر وابست است به غلظت و حجم ریاکتنت ها، بگو equivalent point ولتاژ is غیر وابست است به غلظت و حجم ریاکتنت ها. این یه نکته مهمه، این فرمول باید حفظ شه، باید حفظ شه، بعد باید توش بنویسی که چون اینجوریه، چون اینجوریه و لوگ ترم یعنی لوگ یک در مبنای هر عدد صفره، وقت صفر این میشه یک، این کلش میشه صفر، ضرب در هر عدد جواب میشه صفر، اون وقت دوی برابر میشه با 47 یک و 23، تو این عدد رو فقط باید حفظ کنی، یعنی از اینجا تا اینجا. اینم هیچی، اینا نمیخواد این یه خطا، اینا باید بنویسی، اینا همه توی ات ایکویوالنت پوینت بودن. حالا میرسیم به افتر دی ایکویوالنت پوینت. خودت بگو وقتی که بعد از ایکویوالنت پوینت این کی زیاده آ کی نیست. ببین الان این واکنش داره انجام میشه دیگه، آیرون دوی تو محلول نیست ولی آهن سه هست، سریوم هم در بوده تا واکنه تا دلش میخواد بذار بیاد شور 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 بذار، پس سریوم چهارم میتونه زیاد باشه. حالا برو نم چرا دستم پوستم یه جور شده ورق نمیتونم بزنم، جالبه نه؟ نه نمیدونم یه چوری میزنم مثلا نیکن الان، حالا اومده ببین حالا میخوام بیارم نمیاد، اون صبحی هم دستم رو بریدم نگاه کن اینجا رو بینی پوسته با چیز رفت، با کاغذ رفت. آره من با کاغذ برم. گفته که after the equivalent ما سریوم سه با آهن سه equal نمبرن، چرا؟ گفت سریوم چهار به علاوه آیرون تو میشه آیرون سه به علاوه سریوم سه، درسته؟ یه مول یه مول تولید میشه، پس غلظتاشون با هم برابره. excess uncreated سریوم چهار remain on the solution، چرا؟ چون داره از بورت در میاد، خب بورت شور شور بذار باز باشه و بره، پس اینم مهمه. amount of سریوم سه و سریوم چهار are known used to determine the cell voltage، چرا این میزانش معلومه؟ چون من دقیقاً تا حجم از رو بورت بخونم که من چقدر دادم. residual amount of آیرون تو ایز آنون، این از کجا بخونم؟ سریوم سر خب وقتی هر چقدر که این باشه یه مول نسبت این مولش یک به یکی دیگه از رونم تویم در بیاریم، اینم ولش کن. حالا در نقطه after the equivalent one مگه سریوم چهار اکسس نیست؟ پس ولتاژ با کی تعیین میشه؟ با سریوم چهار. ولی تو نقطه بیفور که آیرون زیاد بود ولتاژ با آیرون تعیین میشه، تو at equivalent one میزانا برابره، فقط با ای صفر معلوم میشه. اینم هیچی ولش کن، فقط اگه تو بتونی به معلم حالی بکنی که من حالیم شد که اینجا تعیین کننده، پس من اینجا به فارسی بنویسم تعیین کننده یه ولتاژ کیه؟ سریوم چهار بار مثبت، اینجا تعیین کننده یه ولتاژ آیرون دوه چون این اکسسه، اینجا کیه؟ میگم غلظت ها برابره، در نتیجه اپسیلون شد دوتا اپسیلون صفر که اپسیلون صفر یک به علاوه دو بود که اینجوری شد که گفت دو تا دو ایم از دو و چلو هفت ایش در مد یک ماه از بیساسه. بعد گفته اینجا هم هیچی ولش کن بده. حالا ببین اینجا سریوم چهار به آ سریوم سه چند الکترون از دست داد؟
یه دونه آهنه دو آهنسه یه دونه. به خاطر همین این گراف ها نگاه کن، اینجا سایدش با اینجا یکیه، یعنی نسبتش یکی به یکه، چون یه الکترون داره جا به جا میشه. اما اگه مثلا بیاد بشه مثلا آس سه بار مثبت به آس پنج، چند تا الکترون داره میشه؟ دو تا. اون وقت نسبتش میشه دو به سه، یعنی این جا یک 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 میشه دو به سه، ارتفاعش میشه دو سوم. تیتریشن که و تو یک استکیومتر این شکلیه. بازم اینجا ولتاژ که 50 است، حجم که 50 را تقسیم بر 2 کم میشه 25. اینجا از روی این ولتاژ که در بری، مثلا گفته تالیوم سه خودش به تالیوم یه بار مثلا که 2 مول الکترون قرار از دست بده و بگیره، و میتونیم چیا تعیین کنیم؟ اینا میگن آسیمتریک تیتریشن کر. میتونیم پی اچ با پی کای آرا در بیاریم. پس برای این سوال یه گراف میکشیم بیفور افتر، تعیین کننده دترماینر اف ولتاژ کیه کی نیست، همه رو مینویسیم. ریدیوسینگ ایجنت نمک مهر، نمک مهره یا فن هچد، بگو فن هچد دو سولفاته، گفته بودم نه قبلا فن چه دو سولفاته. the most stable iron تو این the world، بگو the most stable iron تو این the world یعنی چی؟ یعنی ما آهن دوره هیچ جای دیگه تو نمک ها نداریم. اگزالیک اسید سودیوم تای سولفه ان سودیوم آلومینیوم برو هایدراید، سودیوم آلومینیوم چی برو هایدراید، این چهارمین ماده ریدیوسینگ ایجنته. هر چهار تاشو باید بتونی نام ببری. BH4 فقط اسمشونه ها، فقط اسمشونه قبوله. اینم اسمش، اینم فرمولش. ببین داره چی کار کرده. به جای که بنویسه آیرون دوتا آمونیوم، این دوز اندیس بوده، گفته آیرون سولفید با آمونیوم سولفید، میخواد در واقع به تو حالی بکنه. منظور از دابل سالت بودن یعنی چی؟ گفته دابل سالت بیشتر از دوتا کاتیون داشته، دو نو کاتیون دیگه، یه دابل سالت چون بیشتر از دو نو کاتیون داره. اینجا صفحه تکرار یا همیش. خب اینجا دوباره ببین صفحه تکراری یه اکسیدایزینگ ها نام برده، دوباره صفحه تکراری، صفحه تکراری کامل. این مهمه. فرق یودیمتری با یودومتری چیه؟ پارسال سوال امتحانی بود عین همین 4-5 پو. میگه یودیمتری، بگو یودیمتری is a reducing analyte، یعنی لغت آی تو جفتشون مشترکه، آی یعنی آی، ولی یودومتری اکسیدایزینگ، یعنی متوجه شدی؟ یودومتری اکسیدایزینگ آنالیت. گفته is titrated directly with iodine to produce iodide، ولی is added to excess آی منفی to produce iodine، به excess آی منفی اضافه میشه. یعنی اول یه چیز با آی منفی واکنش میدن، منتها آی منفی خیلی هن، یه مقدارشون زیادی میان، اون مقدار زیادی میره با داروی من واکنش میده، میشه produce iodine و iodine تولید میکنه. به این میگن یودومتری، ولی به این میگن یودیمتری. فرق این دوتا رو مینویسی همین. این واکنش چیه؟ آیدو نات استیبله. آیدو چیه؟ نات استیبله. به خاطر همین میان به آی منفی که پتاسیم آیدایده و پتاسیم تری آیوداید میسازیم. کا آی تری اسمش چیه؟ پتاسیم تری آیوداید. فرمول چیزی نداره؟ نه، فقط دو خط تعریف، یه دو سوال تعریفی میان. اینجا این واکنش خب مهمه، اما اینجا اینجوری نمینویسنش. ما اینا قبلا اینجوری می نوشتیم، می گفتیم که یودیت به علاوه یوداید می دهد یودان. حالا چون نات استیبل ما ده اینجوریش کرده، این از 5 به منجم انهای 1 میاد به 0، اون وقت 5 تا کم میشه، بگو یکی زیاد میشه، این 5 رو میدیم به این، 1 رو میدیم به این، 3 تا آب میذاریم اینجا، 3 میذاریم اینجا، این استیبله. آره اون وقت بچه سه تا آی دو اومده، سه تا آی دو رو قاطی کرده با سه تا یود دیگه، یعنی هر آیدو با یه آی منفی میشه آی سه یه منفی، اومده با سه تا یه قاطی کرده، بعد اینجا هم 5 به علاوه 3 کرده، یعنی اینا به علاوه 3 تا آی منفی کرده، اینم به علاوه 3 تا آی منفی کرده تا بتونه واکنشش رو درست در بیاره. اون تا ما همینم هم حفظ کنیم کافی. گفته که داره توضیح میده اینجا این واکنش مهمیه، آیودین رنگش چیه؟ برونیشه. خب وقتی از بین بره دیگه رنگ نداره، آرسنوس اسید میشه آرسنیک اسید، واکنش مهمیه. متنیناش سخت نیست، کمک کن. یه دست بالا یه دستی. خب تیوسولفاتا، تتراتیوسولفاتا قبلا هم داشتیم شکلاشنا، یه بار دیگه هم میکشیم که مطمئن شیم بلدیم. درسته تتراتیوسولفات چی؟ 4 تا سولفور میذاشتیم درسته؟ با
اوی منفی حالا عدد اکسایش آرام بگو. این چنده؟ پنجه. این ماینوس وان بود، اینا صفر بودن چون نه به این دادن نه به اون. اینا هم یک دو سه چهار پنج تا میدن، پنج تا الکترون میدن به اکسیژن. به مرتبه همون واکنش مهم رو کشیده، مهم نیست، همچون حفظش میکنیم. تیو سولفات با اکسیژن که تحت هواست سولفیت میده. چیم تولید میکنه؟ چون من قبلا سولفور جا اکسیژن نشسته بود، حالا سولفور میره بیرون، دوباره مرتبه اکسیژن جاش میشینه. چه وقتی این میشد S4O6؟ یه نگاه کن، گفته دو مول از نایی، اینو برعکسش کن، چهار تا سولفور بیان دنبال هم. اینه بهش که مهم نیست، این مهمه. برو بعدی، صفحه بعدی. خب دوباره داره دیکرومت، این واکنش مهمیه. بچه دیکرومت چه رنگیه؟ زرد نارنجیه. چی؟ زرد و نارنجی ها. این حرف یود این قهوهیه، درسته؟ زرد نارنجی میشه قهوهی، میبینی؟ یه دفعه رنگ عوض میشه. به این میگن کروماتومتری یا همون حالا یودیمتری. هم اصلا اینا چی با کنشت استانداردیزشن؟ یه منظورش چی؟ استانداردیزشن سودیوم تای سولفیت. خب الان آیدو ایجاد شد، حالا آیدو با کی با کنش میده؟ با دو مول ان آ تو اس تو او تری وقت تولیده دو مول سودیوم آیوداید میکنه به علاوه ان آ تو اس فور او سیک سودیوم تتراتای سولفه. یعنی آی تو که ایجاد میشه میاد اینجا، خاطر همین که استانداردیزشن آف سودیوم تای سولفات سلوشه. اول از این راه من حجم و مول دقیقه دیکرومت میدونم، حجمش از رو بورت میخونم، مول دقیقش هم میدونم. میام میزان دقیقه یوداید رو در میارم، دقیقه دقیقش از رو این تیتریشه. وقتی میذارم دقیقه یوداید رو در آوردم، وقت با تیوسولفات تیترش میکنم، وقت از رو میزان یودین میتونم میزان دقیقه تیوسولفاتا بفهمم، بگم رو قوتیش اینا نوشته دقیقه سکندری استاندارده. اون وقت یعنی من از اینا استانداردش میکنم، بعد نه از رو این استاندارد میکنم، بعد میگم رو قوتیش اینا نوشته، من این غلطات در آوردم، با هم دیگه اینقدر فرق دارن ندارن. اون وقت بهم میگن استانداردیزیشن. ولی مهم نیست، تو همون طرف پرایمری استاندارد اون یکی بلد باشی کافیه. گفته استارچ ایندیکیتور دیتکت دیس اپیرنس اف یودایده تری. مهمه استارچ برای شناسایی. همیشه هوا تو آزمایش باید حذف بشه. هوا یه بالا سر یلم. چجوری من هوا رو حذف کنم که اکسیژن واکنش نده؟ چی کار کنم؟ از سدیم هیدروژن کربن یا همون سودا NaHCO3 استفاده کنم. قبوله؟ برو بعدی. یه اضافه می‌کنم. این دو تا واکنش مهمی ان. کلش آسون هم هستن. چجوری سوال میده این دو تا؟ الان آرسنیک اکساید با اسید با یودایت چی میده؟ آرسنیک 5 اکسایده چون آس 5 میشه ایک. اگه آس 3 بود میشد آرسنوس اکساید، درسته؟ عدد اکسایش پایین تر اوس، عدد اکسایش بالاتر ایک. تکراریه، این میشه گفت مهمه. وقتی میگه آی سی ال یود مثبت کلور منفیه، درسته؟ ولی اینجوری نیست، چون اگه اینطوری باشه باید این مثبت باشه این منفی، ولی برعکسشه. چرا؟ به خاطر اینکه این منفی یک به دو مثبت یک زیاد چه تا این کم بتونه بشه. اگه اونطوری بشه کلورا منفی میمونن عوض نمیشه، ولی اصلا مهم نیست، اینو اصلا مهم نیست. خب این شارژش تموم شدم برم.